از سلام دارم و ابراز خوشحالی از اینکه در این جمع صمیمی و گرم حضور پیدا کردم و تقارن این برنامه رو با شب مبعث رسول اکرم به فال نیک میگیرم و امیدوار هستم که در کنار هم تمامی موحدان عالم بتوانند دنیایی که شایسته زندگی انسان هاست، انسان‌هایی که خلیفه خدا برای زمین هستن رو اجرا تحقق ببخشن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه که به عنوان خاتم پیامبران مطرح هستن، به عنوان پیامبر رحمت همانطور که حضرت عیسی مشهور هستن به پیامبر رحمت و محبت، رحمتاً للعالمین هستند و هدف از بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاقی می دانند، یعنی اندی بعثت و لأتم من مکارم الاخلاق، که من بعثت پیدا کردم فرمودن که مکارم اخلاقی رو، سجایای اخلاقی رو تکمیل بکنن و بشریت رو مزین بکنن به این مکارم. و متاسفانه در زمانی که ما دور هم جمع شدیم، عده‌ای در گوشه کنار این عالم برای مخدوش کردن این چهره رحمانی دست به اعمالی میزنن که مشخصا من اشاره میکنم به قضیه رو بودن این دختران در نیجریه به جرم تحصیل و آموزش و به نام دین، در واقع اینکه خود را نماینده خدا برای زمین میدانند و دختران رو اموال خدا معرفی کردن و اینکه چرا در این سنی که باید ازدواج میکردن اینها مدرسه میرفتن، اقدام کردن به ربودن 238 دختر و یک گروه به اصطلاح اسلامگرا به نام بوکو حرام در نیجریه که قطعا اعمال این گونه افراد هیچ گونه نسبتی با هیچ دینی، هیچ تمدنی و هیچ ملتی نداره، همه باید محکوم بکنند. آن هم دینی که اولین کلامی که در قرآن کریم پیامبر ما به اون بشارت داده میشه واژه خواندن هست، یعنی اولین کلام وحی بخوان به نام پروردگاری که آموخت انسان به انسان آنچه را که نمیداند. ما بیاییم به نام این دین دختران رو و انسان‌ها رو از حق آموزش و تحصیل محروم بکنیم، قطعا نمی‌تواند هیچ نسبتی با این دین داشته باشه. ما از بعد شنیدن این خبر ناگوار اقدام کردیم به محکوم کردن این عمل و از تمام موحدان و خیرخواهان عالم خواستیم که در واقع هم محکوم بکنن و هم قدم بردارن برای آزادی این دختران معصوم و بیگناه که انشاءالله این اقدامات به نتیجه برسه. در دوره جدیدی که در اون سر میبریم در کشور عزیزمون ایران که فصل جدیدی از مدیریت آغاز شده با حاکمیت دولت تدبیر و امید، در وضعیت زنان و خانواده هم انشاءالله ما رویکرد جدیدی رو شاهد خواهیم بود. پایه‌ها و مقدمات اون فراهم شده، رویکردی که دولت تدبیر و امید تحت عنوان اعتدالگرایی و عدالت محوری در پیش گرفته در همه زمینه ها، از جمله در سیاست های داخلی، و رویکرد تعامل سازنده و جهان مبتنی بر احترام متقابل و اصل برابری که انشاءالله ثمرات و نتایج اون رو در زندگی تک تک ایرانیان به زودی مشاهده خواهیم کرد اگر دوستان همراهی بفرمایند در کل کشور و کمک بکنند به دولت برای پیشبرد برنامه‌هایی که داره در عرصه خارجی و در سیاست داخلی خودش. انشاءالله اون رونق اقتصادی که دولت وعده اون رو داده و امسال رو به اصطلاح در اولویت خودش قرار داده که این تحقق پیدا بکنه، قطعا آثار خودش رو در زندگی تک تک ما ایرانیان نشان خواهد داد، از جمله در زندگی و وضعیت زنان و خانواده های ایرانی.
ما معتقد هستیم که بخشی از مشکلات و مسائل زنان ریشه در حل مسائل عمومی جامعه داره. قطعا اگر جامعه ما به سوی توسعه، پیشرفت و تعالی حرکت بکنه، زنان ما و دختران ما هم طعم شیرین عدالت و زندگی توأم با رفاه و اونچه که اشاره شد با حق انتخاب مسئولانه و آزادانه رو خواهند چشید. معاونت امور زنان و خانواده که در ماه‌های پایانی دولت دهم ارتقای سطح پیدا کرد از مرکز امور مشارکت امور زنان و خانواده و مشاور رئیس جمهور به معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در دوره جدید چشم‌اندازی که برای خودش ترسیم کرده و در اسناد راهبردی که در حال نهایی شدن هست مطرح شده این هست که انشاءالله به استناد اسناد بالادستی، سندهایی که وجود داره و قانون اساسی مستند چشمانداز 20 ساله نظام، انشاءالله بتوانیم زن ایرانی رو در پایان دوره با شاخصهایی که طبق وعده ها، شعارها و برنامه‌ای که رئیس جمهور ارائه دادن در دوران انتخابات و مورد اقبال عمومی واقع شد و رأی گرفت، شاخصهایی رو تعریف بکنیم و بتوانیم در پایان دوره برخوردار از اون کرامت انسانی بکنیم زن ایرانی رو و دسترسی عادلانه به فرصت‌ها و منابع ایشالله داشته باشه، ارتقای کیفیت زندگی زنان ایرانی رو داشته باشیم و اینکه قدرت انتخاب مسئولانه و آزادانه رو برخوردار بشه و بتونه در زندگی خودش محقق بکنه. بعد در همین چارچوب ما تلاش ها و برنامه های خودم رو شروع کردیم. قطعا یک راه های پیش روی ما بود که بازگشت ناپذیر بود، اما همون که الان پیش روی دولت هست، راه هایی که دولت و دولت قبلی گشوده این راه ها رو و برگشت ناپذیر در حوزه های به ویژه اقتصادی و دولت ملزم هست و مجبور هست که تا حدودی پیگیری بکنه این مصوبات رو. ما هم در حوزه زنان و خانواده مواجه شدیم با یه سری مصوباتی که به دلیل اون شعار قانونمداری و قانونمندی که دولت در سرلوحه اعمال خودش قرار داده پیگیری های لازم رو انجام دادیم، از جمله مصوباتی که قطعا در مجلس به صورت قانون مطرح شده بود که و تقاضاهای بالایی که در جامعه وجود داشت از لحظه ای که من به این سمت منصوب شدم، بحث افزایش مرخصی زایمان بود که بالاخره با تمام پیگیری ها نهایتا به اینجا ختم شد که اعتبارات لازم از اعتبارات دستگاه ها این که اجرا نمی کنن این قانون رو اختصاص پیدا کنه، ضمن این که ما معتقد هستیم که در اعطای تسهیلات و امتیازات به زنان و به ویژه زنان شاغل ما باید یک نگاه همه جانبه داشته باشیم. متاسفانه پیشبینی‌هایی که می‌کردیم به وقوع پیوست. اخیراً شاهد بودیم که خانم‌هایی که از این مرخصی که از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده استفاده کردن با اخراج بعضاً مواجه شدن و گزارش‌هایی به ما رسید و در حال بررسی تسهیلات و امتیازاتی هستیم که کمترین هزینه رو در مورد کار زنان و زندگی زنان داشته باشه. حالا انشاءالله بتونیم این برنامه ها رو با بررسی تطبیقی که با دنیا انجام میدیم در وضعیت زنان خودمون هم محقق بکنیم. حالا میتونه به جای مثلا کاهش ساعت کار اومدیم به سمت ساعت کار شناور و منعطف پیش بریم، مهد کودک ها رو در ادارات بتونیم دوباره احیا بکنیم یا در جوار ادارات و تسهیلاتی از این دست و انشاءالله بتونیم دارو پیگیری بکنیم. از طرف دیگه بیمه زنان خانه‌دار سال هاست مطرح شده، تمام دولت ها حرفش رو زدن، پیگیری کردن، به نتیجه نرسیده و ما بررسی که انجام دادیم اون را هم در قالب بیمه اجتماعی فراگیر که آقای در جریان هستن در مجلس طرحش مطرح هست که با ادغام چند صندوق انشاءالله داره مطرح چی سر میکنیم در اونجا به این موضوع توجه بشه. در کنار بیمه اشرای و روستاییان که کارفرمای خاصی ندارن انشاءالله بتونیم این رو بگنجونیم. بعد شاخص ها رو عرض کردم داریم تعریف میکنیم انشاءالله در پایان دوره ما برسیم به وضعیتی که بتونیم اندازه گیری بکنیم وضعیت زنان رو که از کجا به کجا رسیدیم انشاءالله پاسخگو باشیم.
در قبال مسئولیتی که به عهده گرفتیم و در این میان اونچه که میتونه ما کمک بکنه همگرایی زنان، هم اعلام همبستگی زنان هست که من تو این دوره واقعا چند ماهی که بود، هفت ماهی که از آغاز فعالیت هم میگذره واقعا شرمنده و مدیون تمام زنان ایرانی، تمام زنان سرزمینم هستم. اینقدر حمایت، اعلام آمادگی. من فقط حدود 320 تا جلسه ملاقات داشتم تا اسفند، از آبان تا اسفند ملاقات هایی که درخواست شده بود و خودم وقت گذاشتم. بسیار ارزش قائل هستم برای این درخواست ملاقات ها که همه اینها با اعلام حمایت بوده، با برنامه بوده و اینکه میخوام کمک بکنم به دولت برای پیشبرد برنامه هاشون در حوزه زنان و خانواده. ما اومدیم کارگروه هایی رو تعریف کردیم، داشتم توضیح میدادم خدمت آقای دکتر که یکی از کارگروه های ما انشاءالله کارگروه اقوام و ادیان هست که حتما بتونیم خانم ها رو اینجا فعال بکنیم، به ما کمک بکنن، خودشون بیان جمع بشن، برنامه بذارن، جلسه بذارن، به ما پروژه بدن و ما رو کمک بکنن در برنامه‌ریزی هامون. به شدت از اینکه پشت درهای بسته برای زنان جامعهمون برنامه‌ریزی بکنیم داریم پرهیز میکنیم. انشاءالله سازمان‌های مردم نهاد بتونن به ما کمک بکنن، چون دولت کلاً با ایده‌ای که شکل گرفت، دولت تدبیر عمومی که و مردم هم در واقع روی خوش نشان دادن و بازگرداندن مدار مدیریت جامعه به عقلانیت، خرد جمعی، اعتدال و تدبیر و امیدی که مردم به این حرکت بستن، انشاءالله اهمیت مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، NGO‌ها، فعالین نهادهای مدنی برای دولت واقعا جا افتاده و اعلام آمادگی کرد. اشاره شد به بحث خودباوری، واقعا این خیلی مهمه و ما معتقد هستیم که اعتماد به نفسی که زنان ما باید پیدا بکنن میتونه کمک بکنه به این که با فعالیت خودشون، تلاش خودشون جامعه پذیری و جامعه باوری را ایجاد بکنن، که معتقد هستیم سال هاست این اعتماد به نفسه داره شکل میگیره. اما زنان ما با توجه به تغییراتی که در سطح جهانی و همینطور جامعه ایرانی و خانواده های ایرانی در ساختار خانواده ایرانی ما مشاهده میکنیم، پوست اندازی کردن دیگه، زنان 50 سال پیش نیستن، در اوج آمادگی هستن از نظر آگاهی، از نظر سواد، تحصیلات، سلامت، امید به زندگی و آماده خدمت و مشارکت برای پیشرفت و توسعه کشور و مملکتمون هستن. من بارها اعلام کردم اگر ما قدر این سرمایه عظیم، نیمی از سرمایه انسانی کشورمون رو نداریم، کفران نعمت کردیم در برابر خداوند و باید در آینده و در تاریخ پاسخگو باشیم. عزم ملی که امسال هم شعار سال هست برای تحقق اهداف اقتصادی و فرهنگیمون، بخش عظیمش رو زنان و جوانان تشکیل میدن و قطعا بدون اتکای به این سرمایه انسانی عظیم اون عزم ملی محقق نخواهد شد. در عرصه بین‌المللی هم تلاشمون این هست که ما چهره واقعی و توانمند زن ایرانی رو آنچنان که هست، نه آنچنان که ما دوست داریم باشد و میپسندیم که به اصطلاح وضعیت مطلوب ما، آنچنان که هست و توانمند هست و در تمام عرصه‌ها حضور داره. اینو من نمیگم، تمام کسانی که از نزدیک میان به ایران با یک روز یا دو روز اقامت در ایران نگاهشون عوض میشه، ذهنیت ها عوض میشه و زن توانمند و قدرتمند ایرانی رو هم در عرصه خانواده و هم در عرصه جامعه مشاهده میکنن و ما هم تلاش میکنیم که انشاءالله در چارچوب این رویکرد اعتدال اون تعادل و توازن لازم رو در جنبه های مختلف زندگی زنان به وجود بیاریم با کمک خود زنان ایرانی که هم بتوانم به وظایف و مسئولیت های خانوادگیشون به نفع احسن بپردازم و هم در جامعه منشأ اثر باشم. هیچ کدوم از این نقش ها نباید فدای دیگری بشه و زنان ما میتوانند و ثابت کردن که در تمام عرصه ها میتونن مؤثر و مثمر ثمر باشن. همینطور در توازن و تعادلی که بین نقش های زن و مرد انشاءالله باید به وجود بیاد، ما یه چالش جدی داریم الان. اون حضور مهم و تأثیرگذاری که زنان ما در عرصه های اقتصادی، یعنی در حوزه های تصمیم گیری اقتصادی
و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی دارن حضور مطلوب و عادلانه نیست و همینطور در سیاست، در انتصابات دولت یکی از برنامه‌هاش حضور پررنگ زنان در بدنی دولت و در عرصه‌های قدرت و تصمیم گیری هست، هرچند که ایراد جدی که به دولت وارد هست عدم استفاده از زنان به عنوان وزیر هست با توجه به اتفاقی هم که در دولت قبلی افتاد و خب این تابوی وزارت زنان شکسته شد. اما اتفاق خوبی که الان داره میفته مدیریت های میانی هست که الان زنان ما دارن تجربه میکنن، حدود 4 زن عنوان فرماندار ما در احسان اوقات کشور داشتیم که حکم گرفتن، از اونها از 400 حدودا 30 فرماندار که وجود داره 4 خانم اخیرا منصوب شدن در استان سیستان و بلوچستان، ترکمنصحرا و گلستان و همینطور در اینا. و جالبیش اینه که در شوراهای شهر و روستا واقعا اعتماد خوبی به خانم ها شد در انتخابات، در خیلی از مراکز بخش ها خانم ها با من رئیس شوراها مطرح هستن. الان حدود فکر می کنم 67% زنانی که عضو شورا مثلا اون دهیار معرفی شدن، اینا خب نشون میده که ما دیگر در آینده برای احراز پست های عالی تصمیم گیری اون بهانه هایی که همیشه وجود داشته که زنان تجربه ندارن، مهارت ندارن رو دیگه نخواهیم داشت و اینها نشون میده که زنان ما میتونن با طی کردن پله های ترقی به مرور انشاءالله به اون مراجع مراکز به قدرت و تصمیم گیری هم برسن و دولت مصمم هست. ما در حال تدوین برنامه‌ای هستیم که انشاءالله این اتفاق هم بیفته و جامعه ما نیاز جامعه است، نه نیاز زنان ما که به این پست ها برسن. از این پتانسیل و از این مدیریت زنانه که نیاز جامعه ماست بهره‌مند بشه. هرچند که شعار دولت شایسته سالاری هست ولی متاسفانه شاهد هستیم که تا کنون این شعار جنبه عملی پیدا نکرده و زمینه هاش داره فراهم میشه. انشاءالله جامعه باور بکنه که زنان میتوانند و ثابت هم کردن تا کنون که از پس این مسئولیت ها و سمت ها بر بیان. در حوزه NGO ها ما شناسایی که قبلا شده بودن در دوره‌ای که در دوره اصلاحات بود ما تعاملات خیلی خوبی داشتیم. در دوره دو دولت قبلی هم فعالیت های زیادی انجام شده بود. ما دوباره اومدیم یه باز شناسی کردیم، بازخوانی کردیم وضعیت موجود رو، سیاست های حمایتی رو برای فعالیت سازمان غیردولتی تدوین کردیم، به زودی اعلام میشه. و در پایان سال 92 اومدیم اعتباراتی رو که اشاره شد بالاخره باید اینا رو تقسیم میکردیم بین سازمان های فعال، از جمله بانوان آشوری جز انجمن های فعالی بودن که توی این سال ها که خیلی ما مجبور به توقف فعالیت شدن واقعا رو پای خودشون وایس دادن و تونستن فعالیت بکنن، اعتباراتی تخصیص پیدا کرده و منتظر این هستیم، تصویب شده، منتظر تخصیص اعتبارات هستیم که به محصی که این امکان رو از نظر مقررات پیدا کردیم حتما این واریز رو به حساب‌هاشون انجام خواهیم داد. انشاءالله در سال 93 با قدرت بیشتر، با برنامه و با پروژه بتوانیم برای بهبود وضعیت زنان ایران عزیزمون گام‌های جدی برداریم. من دست نیاز خودم رو به سوی همتون دراز می‌کنم، با فکر خودتون، با برنامه خودتون، با ایده‌هایی که داریم. ما سایتمون، پورتال جدید معاونتمون تازه راه اندازی شده از هفته زن به بعد، در خدمت شما هستیم. به زودی یک لینکی رو خواهیم داشت برای ارتباط مستقیم با ما، به هر طریق ممکن میتونید نظراتتون رو به ما برسونید. اگر کمکی هم از دست ما برمیاد حتما در خدمتتون هستیم و انشاءالله در کنار هم و دست به دست هم و همه در کنار همسران، برادران، پدران و پسران خودمون انشاءالله بتونیم ایرانی آباد و آزاد رو بسازیم و کمک بکنیم به اینکه ایران و ایرانی در جایگاه شایسته خودش در دنیا قرار بگیره. از اینکه در این روز عزیز ما رو میزبانی کردید، در جمع خودتون پذیرفتید، خیلی متشکرم و برای همه آرزوی سلامت و بهروزی دارم. ممنون.